بدترین آخرین این امت علی سر علی را قطع خواهد کرد. و این چنین شد، ابن ملجم ملعون بر علی دشنه زد و اینکه عمار را گروهی که باقیه هستند باقی کردند، انقلاب کردند، اونو خواهد کشت. و این چنین شد، عمار به وسیله گروهی که بر علیه علی علیه السلام باقی کرده بودند، تمرد کرده بودند، کشته شد. و اون گروه معاویه رضی الله تعالی عنه. و این چرا رضی الله عنه؟ برای که پیامبر اسلام به حسن میگه که این ابنی هذا سیدون سیصلح الله به فئتین عظیمتین من المسلمین، فرزند من سروره که خداوند آغاست، خداوند به وسیله او دو گروه بزرگ از مسلمانان را صلح خواهد داد. هر دو را مسلمان مینو، ما یکیش انقلاب کرده، باقی کرده، تمرد کرده بر علیه گروه حق، به حق نزدیکتره، اون گروه علی است. اگرچه گروه علی با مدعیان علی امروز همونقدر تفاوت دارند که بین مسیح و مدعیان مسیحیتش، بین موسی و مدعیان پیرویش، تفاوت از زمین تا آسمان است. اینها رو با در میدان بحث علمی، در میدان علم و ادب بررسی کرد، نه با فوش و فحاشی. کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. و این که این اخباری که همه میده، آقا یک خبر از این نابغه جهان، کلمه نابغه براش کمه، از این پیامبر آخر الزمان، از این بنده خدا یک سخن، چه در دوران نبوتش چه در دوران قبل از نبوتش کسی خلاف واقع ندیده. این کافی نیست؟ این کافی نیست که همه بشریت بهش ایمان بیاره تا از این شقاوت و بدبختی که درش هست در بیاد؟ اولا مانع این کار اولا مسلمان ها هستند با نامسلمان بودن خودشون، از اون جمله کشورهای مدعی اسلامی، اینو جمال الدین افغانی و غیره قبل از بنده به قرنها توضیح داده هم. بشریت اگر بخواد به سعادت برسه در دنیا قبل از آخرت، راهی جز ایمان به محمد نداره. صلح جهانی راهی جز بنا به دین صلح که اسلامه جز اون نداره. لیکن شیادان، لیکن دروگویان، لیکن ابلیس های جهانی، لیکن توطئه‌گران جهانی چطور میخواد که ربا نخورن؟ چطور میخواد زنا نکنن؟ چطور میخواد عیاشی نکنن؟ چطور میخواد دنیا رو به ملعبه خود تقسیم نکنن؟ اصل اینجاست. شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شیطان های جنی و انسی، از اون جمله این برنامه های متعدد تلویزیونی به فارسی و غیر فارسی که شیاطین راه انداختند،